به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین شاگردای عزیز سلام خوب هستین بخیر هستین بسیار زیاد به مضمون ریاضی خوش آمدین خب شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی هشتم رو با هم دیگه میخوانیم درست است؟ فصل چندم هستیم فصل هفتم افاده های الجبری و درس ششم میشه درس امروز ما و شما اما عنوانی که ما و شما امروز با هم دیگه میخوانیم شاگرده عزیز چی است؟ مطابقت هاست که ما چند نوع مطابقت داریم که فقط ما در امثال در سنف هشتم دو تاش رو میخوانیم الف چی رو میخوانیم؟ تفاضل مربعات یا بعضی از کتاب ها رو چی میگه مطابقت مزدوج هم گفته میشه برای است پس ما دو مطابقت باید بخونیم در درس در سن هشتم که یک تایش چی است تفاضل مربعات یا امو مطابقت مزدوج و یک تای دیگه باز در درس بعد میخوانیم، مربع دو حده حد خب قبلی که بریم سر تخته و درس رو شروع کنیم شاگرده عزیز قرار بود که شما کارخانگی درس گذشته را به ما روان کنید از طریق چی؟ از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال، کدام مشکل در حل کارخانگی، کدام پیشنهاد یا انتقاد دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق همین نمبری که به شما خواندم خب شاگرده عزیز پس میریم سر تخته و درس امروز شروع میکنیم خب شاگرده عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است مطابقت ها مطابقت چی است اول ما تعریف میکنیم که مطابقت چی است و بعد دو نوع گفتیم باید بخونیم یک تا تفاضل مربعات یا مزدوج برش گفتم میشه فرق نمیکنه بعضی کتاب ها تفاضل مربعات میگه و بعضی کتاب ها مطابقت مزدوج هم نوشته کرده نام از روی است و یک تا دیگر باز در درس بعد ما و شما میخوانیم که مربع دو حد است خب پس ما اول مطابقت تعریف می‌کنیم که مطابقت چی است بعد دو نوعش ما و شما میخوانیم پس شاگرد عزیز مطابقت مطابقت چی است میگیم که ما و شما اگر یک تا افاده الجبری داشته باشیم صحیح است افاده الجبری یا تا نفس دیگه گفتیم منظور از افاده الجبری افاده الجبری ما و شما سه جسه کلی بود دیگه چه بود چند حده ها یا پولینوم ها دیگه چی بود ناطق و غیر ناطق گفتیم که ناطق و غیر ناطق در صنف بعد میخوانیم فقط ما و شما وقتی میگیم افاده الجبری منظور ما و شما چی است؟ همون چند حد است درست است؟ خب اگر ما و شما دو تا افاده الجبری داشته باشیم بینش علامه مساوی باشد پس دو تا افاده الجبری بینش مساوی باشد و خب افاده الجبری میفاهم قسمت متحول دارد دیگه نه ما و شما بجای از او متحول خود هر عدد میتونیم بانیم هر قیمت گذاری میشه اگر ما هر عدد رو بانیم و او تساوی چی شوه برقرار شوه میگیم یک مطابقت است به عنوان مثال دقت کنید دو x مساوی است با x جمع x یک تساوی سمت چپ اگه فاضل سمت راست هم دیگه فاضل الجبری است حال ما و شما متحول ما و شما x است به جای x قیمت گذاری کنیم دو رو قیمت گذاری کنیم چی میشه شاگرد عزیز مگر دو رو قیمت گذاری کنیم میشه دو. دو زبدر در دو سیست مساوی با دو جمع دو چی میشه؟ دو جمع دو میشه چار و دو زب در دو هم چند میشه؟ چار میشه چار با چار مساویسته بجای به جای یک متحول یک ما شما پنج بان فرق نه اگر دل خواست اگر دل شد بان پنج بان چی میشه؟ میشه دو زب در پنج مساوی با پنج جمع پنج پس دو زبدر در پنج ده و پنج ده جمع پنج هم ده با هم مساویسته پس شما دهی افاده الجبری مساوی که ما شما داریم سمت راست یک افاده الجبری سمت چپ دیگه افاده الجبری هر عددی که به جای متحولش قیمت گذاری کنیم تساوی چی میشه برقرار میشه یا میگیم چی مطابقت دقت کنیم مطابقت پس چی شد میگیم که اگر چی باشد دو افاده الجبری با هم دیگه مساوی باشد برای هر قیمتی که ما شما به جای متحول قیمت گذاری کنیم متساوی برقرار باشد پس تساوی بین دو افاده الجبری برای هر قیمت میگیم چی هست؟ یک مطابقت است اما اگه دقت کنید شاگرد عزیز دو ایکس جمع یک مساوی است با پنج ایچی هست این مطابقت نیست چرا؟ چون من بجای اگر فقط دو رو بانم اگر بجای ایکس من و شما دو بانیم چی میشه؟ میشه دوی زب در دو جمع یک مساوی با پنج دو دوید میشه چار سیست چار جمع میشه چند؟ پنج پنج مساوی با پنج خوی سیست به جای دو بانم صحیح شده اما به جای بان به جای میشه یا نمیشه؟ اگر من بانیم چی میشه؟ میشه دوی زب در سه دوی زب در سه جمع یک مساوی سه با پنج دو سه شش شش جمع یک افت افت با پنج مساوی نیست صحیح شد پس این مطابقت نیست اما این مطابقت است فهمیدید چه رقم شد دیگه نه پس مطابقت هم میگیم تعریفش چی است تساوی بین دو افاده الجبری که برای هر قیمتی که برای متحول قیمت گذاری میکنیم چی شود؟ مساوی برقرار شود. به اون میگیم یک فاده الجبری. درست است؟ شما در این ای مثال که ما اینجا کار کردیم شما به جای هر عدد دل شد بان دو را بان، سه بان، چهار بان، سفر بان، منفی یک بان، ده هر چی شد فرق نمیکنه و در آخر مساوی برقرار میشه اما دی دیدیم که فقط برای دو درست است اما برای دیگه درست نیست برای سرمان صحیح نشد مفاهیم نشد چهاروان مفاهیم نمیشه پنجوان مفاهیم نمیشه صحیح است پس مطابقت باید برای همه اعداد چی باشد درست باشد درست است فهمید شاگرد شاگرد فهمید چرا شد. دیگه پس مطابقت چی است تساوی بین دو افاده الجبری که اگر ما و شما چکار کنیم به جای متحول هر عددی که قیمت گذاری کنیم تساوی چی شود برقرار شود به اون میگیم مطابقت درست است خب آل شاگرد عزیز ما و شما مطابقت چند نوع داریم اما البته که ما بگیم چند تا مطابقت داریم لایتان مطابقت داریم در ریاضیات ولی چند نوش بسیار مهم است و مطابقت های خاص است و ما بر اونا نام میمانیم سیست یک تایش چی است؟ تفاضل مربعات یا مطابقت مزدوج برای گفته میشه درست است خب ما و شما سن فشتم خود ما ما دو تا رو میخونیم یکی تفاضل مربعات یا مطابقت مزدوج و دیگه مطابقت مربع دو حد که درس بعد ما و شما میشه باز بخیر در سنف ده ما مطابقات های دیگر رو باز میخونیم درست است سنف نو و سنف ده دیگه مطابقات ها رو میخوایم. خب شاگرد عزیز پس من مطابقت نو علیف براتون میگم چی بود تفاضل مربعات پس من تختر پاک میکنم تفاضل مربعات براتون نوشته میکنم فرمولش درست است خب شاگرد عزیز مطابقت نوع علف شیست تفاضل مربعات پس مطابقت چی؟ تفاضل مربعات که گفتیم نامش چی هست؟ نام دیگه شیم مزدوج هم برش گفته میشه شاگرد عزیز مطابقت تفاضل مربعات یا مزدوج و او به چی شکل است؟ ب این دقت شاگرد عزیز ما و شما اگر دو قوس داشته باشیم ای جمع بی ضرب در بین دو قوس هیچ علامه نباشه علامه چی است علامه ضرب است ای جمع بی ضرب در ای منفی بی اگر باشد صحیح خب شاگرد عزیز ممکنه بگین که استاد چی است ضرب فاضل الجبری میگیم بله ضرب فاضل الجبری شما میتونید ضرب بسازید. بیر ضرب بکنیم چی میشه شاگرد عزیز ضرب فاضل الجبری خود یاد دارین دیگه نه اول در اول اولی در دوم دوم در اول و دوم در دوم درس قبلی ما با شما بود دو حده در دو حده ضرب شده خب بسازیم چی میشه جوابش ما ای در اینجا می‌کشیم. ا ضرب در چی میشه گفتیم که عددش در عدد متحول در متحول عدد چند است ده پوش سرش عددش است عددش یک است وقتی یک باشه نوشتن نمی کنیم پس در اینجا یک تا یک داریم در دا اینجا یک تا یک داریم یک ضرب در یک چند میشه یک صحیح ا ضرب در ا ا مربع توانهای از او با هم چی میشه جمع میشه چون قاعده مساوی است یک یک از قاعده مساوی نوشته میگه و توان رو با هم جمع میکنیم توان نداره توانش یک است دیگه صحیح است یک جمع یک دو میشه خب اول در اول ضرب کن اول در دوم این یک چی است علامه نداره مثبت است مثبت در منفی میشه منفی و ای ضرب در بی چی میشه یک ضرب در یک میشه یک یک ای بی صحیح است خب این خلاص شد حالا دوم ضرب میکنیم مثبت ضرب در مثبت مثبت و B ضرب در A پشت روی B هم یک تا عدد یک است عدد در عدد متحول در متحول یک ضرب در یک در یک و B ضرب در A میشه بی اے. یا A B فرق نمیکنه گفتیم B A یا A B فرقی نمیکنه چون چی خاصیت تبدیلی در ضرب داریم ما و شما خب ضرب کردیم حالا آخر در آخر ضرب کنین مثبت در منفی منفی و یک ضرب در یک میشه یک B ضرب در B میشه B مربع پس یک B مربع است خب بیر اختصار میتونیم بله اختصار کردن میتونیم چرا؟ چون شاگرده عزیز منفی یک ای با مثبت یک بی ای. گفتیم بی ای با ای فرقی نمیکنه چون بینش ضرب است خب اینا چی هست؟ مشابه است یک تا از قسمت های حروف یا متحول نوشته میکنم و عدداش باید با همدیگه جمع بسازیم پس یک ای, ای مربع خودش نوشته میکنم یک ای مربع یا چی میشه یک تا از ای بی یا بی ای فرق من که نوشتم میکنه منفی یک با مثبت یک چند میشه صفر میشه چون هم علامه نیستن پس میشه مثبت یا جمع صفر ای بی و در آخر منفی یک بی مربع رو نوشتم میکنه منفی یک بی مربع خب ها اختصار کنین صفر زب در هر چیزی که باشه چند رو خلاص میکنه صفر میشه پس جواب آخر ما و شما چی میشه میشه خب میتونیم شاگرد عزیز یعنی ضریب یکم هم نوشته در کنیم چون میفهمم اگر عدد نوشته در کنیم اون یک است دیگه نه پس این میشه در آخر میشه ای مربع منفی بی مربع صحیح است پس شاگرد عزیز این ثبوتش است معنای شرط پس ما و شما ما خلاصش شد اینجا نوشته میکنم اگر ما و شما داشته باشیم شاگرد عزیز دقت کنید داشته باشیم ای جمع بی ضرب در ا منفی بی میشه در آخر جواب ما و شما کشیدیم چی شد شد ای مربع منفی بی مربع پس این مطابقت نام است تفاضل مربعات یا مطابقت مزدوج پس های عزیز ما و شما دیگه زی ضرب انجام نمیتیم صحیح است یعنی وقتی ما و شما چنین دو قوس داشته باشیم که دقت کنید دو, دو حد است حد اول حد دوم دیم حد اول حد دوم, حد اول حد دوم دقیقا مشابه هم است حد اول چون است حد هم فقط در یکش مثبت است در یکش منفی است صحیح شد وقتی به شک باشد بینشان ضرب باشد جواب آخر ما و شما این نیست دیگه ای ضربار انجام نمیدیم صحیح است پس چی میشه میشه ای مربع منفی بی مربع دقت کنید بینش منفی است چون ما ثبوت کردیم دیگه چی شد منفی شد پس شاگرد عزیز ای جمع بی در ای منفی بی چی میشه میشه اولی مربع منفی دومی مربع نامش چی است تفاضل مربعات تفاضل مربعات توان دوم گفته مربع میگیم دیگه صحیح پس A جمع بی در A منفی بی مساوی است با A مربع منفی بی مربع بی میگیم چی مطابقت تفاضل مربعات یعنی گفتیم یک تساوی باشد سمت راست یک فاصله الجبری سمت چپ هم یک فاصله الجبری دیگه برای هر قیمتی که ما و شما به جای A و بی یک قیمت گذار کنیم این تساوی چی میشه برقرار میشه با اون خاطر این نامش چی مطابقت نامش هم چی بود تفاضل مربعات خب ما تختار پاک میکنیم شاگرد عزیز چند مثال از این کار میکنیم این چی بود فرمول ما شما بود حالا چند مثال کار میکنیم تا متوجه باشید صحیح خب شاگرده عزیز و گرامی قرار چند مثال کار کنیم از مطابقت تفاضل مربعات درست است؟ پس مثال مثال ما و شما به این شکل است دقت کنید ما اول فرمول مطابقت نوشته میکنم بعد مثال کار میکنیم فرمولش چی بود شاگرده عزیز یا است؟ اما گفتیم دیگه نه گفتیم A جمع B زب در A منفی B مساویست را بگین شما شاگرد عزیز سمت راستی چی میشد؟ آفرین اولی مربع منفی دومی مربع آفرین کسایی گفتن آفرین پس ای چی شد این فرمول مطابقت است حالا سوال با ما شما به شک داده گفته x منفی دو ضرب در x جمع دو خب شاگرد عزیز این مطابقت است میگیم بله کدام مطابقت است مربع تفاضل مربعات یا مزوج میگیم فست دقت کنید مشابه همین فرمول است فقط خب ممکنه بگین که منفی و مثبت فرق نمیکنه ده ضرب است یعنی قوس اول اول یا یا اول, اول نباشه نمی فرقی نمیکنه فقط گفتیم که باید چی باشد دو حد باشد یا هم دو حد داشته باشد حد اول دقیقاً عین هم باشد حد دوم دقیقاً عین هم باشد فقط یک تا بینش منفی یک تا مثبت اول فرق نمیکنه مثبت اول باشد یا منفی یا منفی اول باشد جوابش یکی میشه صحیح است پس ای چی است این تفاضل مربعات است مطابقت تفاضل مربعات جوابش این میشه شاگرد عزیز گفتم جوابش گفتیم ای بی در منفی بی مساوی میشه با حد اول مربع منفی حد دوم مربع خب حد اول ما و شما x است حد دوم ما شما هم دو است پس میشه حد اول ما شما مربع یعنی x مربع منفی دو مربع خب اختصار کنیم x مربع خودش منفی دو مربع ما شما میشه 4 میشه چند 4 پس ما شما دریافت کنیم x منفی دو در x جمع دو میشه x مربع منفی 4 صحیح خب یک مثال دیگه شاگرد از دقت کنید مثال دیگه و ما شما داده x مثبت 3 در x منفی سه این مطابقت تفاضل مربعات است میگیم بله چرا چون دقیقا دو حد در دو حد ضرب شد دو قوس داریم حد اول دقیقا با هم مساوی است حد دوم مساوی است فقط یک تا بینش مثبت است یک تا دیگش با چی باشد منفی باشد خب چی میشه گفتیم دیگه حد اول مربع منفی حد دوم مربع حد اول ما شما x است حد دوم ما شما است پس میشه x مربع منفی سه مربع خب اختصار میکنیم x مربع خودش منفی سه مربع هم چند میشه؟ نه میشه پس میشه x مربع منفی نه سهیست؟ خب یک تا مثال دیگه شاگرد عزیز دو x مثبت یک در دو x منفی یک باز مطابقت تفاضل مربعات است میگیم بله یا مطابقت مزوج نامش دیگه سیست چرا چون دو هدف دو حد حد اول دقیقا مشابه حد اول است حد دوم دقیقا با هم مساوی است فقط یک تا بینش مثبت یک تا بینش منفی خب چی میشه حد اول مربع منفی حد دوم مربع پس حد اول ما شما چی است 2 است فقط دقت کن شاگردای عزیز دقت کنید وقتی من میگم 2 داخل قوس باید بگیرم مربع حد اول مربع منفی حد دوم مربع خب این مربع هم از دو است هم از x است پس دو مربع میشه چهار x مربع میشه x مربع پس میشه چهار x مربع منفی یک مربع چند میشه یک میشه ممکنه شاگرد عزیز خیلیتان سوال کنید که استاد این توان دو منفی رو خلاص نمیکنه میگیم نه خیر چون این توان دو از منفی نیست فقط از یک است اگر از منفی باشد باید نوشته کنیم منفی یک کل مربع سایست در اون صورت منفی دو توان دو منفی رو خلاص میکنه ولی در اینجا توان دو فقط از یک است از منفی نیست فکر فکرتون باشه ما دیدم بعد شاگردا چی میکنه منفی رو خلاص میکنه مثبت نمیشه میکنه غلط میشه چون در فرمول هم توان دو از بی است از منفی نیست صحیح شد پس این ای فرمول مطابقت مزدوج یا تفاضل مربع در حد اول مربع منفی حد دو مربع این مربع فقط از بی است از منفی نیست تا فکرتون خب شاگرد عزیز یک تا مثال دیگه هم کار کنیم مثال دیگه دویکس منفی سوای در دو مثبت سوای وای تفاضل مربعات است آفرین بله چرا چون دو حد در دو حد ضرب شده حد اول مشابه هم است حد دوم دقیقا عین هم است و چی است و یک تاش مثبت یک تاش منفی است پس چی میشه خیر رو خودتان دیگه بسیار آسان است حد اول مربع منفی حد دوم مربع آفرین پس میشه حد اول ما شما دو اکس مربع منفی حد دو ما شما هم چی؟ سه وای مربع سیست خب این اختصار کنین این مربع هم از دو است هم از اکس است چند نشه پس؟ چار اکس مربع آفرین چار اکس مربع منفی سه وای مربع چی میشه؟ مربع هم از سه است هم از دو است نگی سه دو شش ها سه مربع معناش یه است که سه زب در سه سه رو دو بار در خودش باید ضرب کنی سه زب در سه چند میشه؟ نه میشه پس میشه منفی نو وای مربع سعیست؟ خب شاگرد عزیز پس مثال هایی کار کردیم فهم نیم خب سوال ها به همه قد آسان است میگیم نه خیر باز ما مثال دیگه هم کار میکنیم شاگرد عزیز پس دقت کنید وال چند مثال که ما شما کار کردیم چه رقم بود از سمت چپ به سمت راست بود یعنی رو به ما و شما سوال داده بود و ام مربع منفی ب مربع در می‌خواست که جواب شلون بکشیم اما سوال ها همیشه به این شک نیست ممکنه جواب ما و شما بده بگه x مربع منفی 4 چه بوده ضربشان چی افت ایر به ما و شما داده ما و شما این دو قوس رو باید دریافت کنیم یا بسیار سوال زیاد میاد در کارخانگی هم داریم پس دقت کنید شوگر عزیز با نمثال x مربع منفی 0 رو به ما شما میته خود سوال و میگه شما این ارد قوس دریافت کنید صحیح است پس سوالایی که ما کار کردیم سمت چپ با ما و شما داده بود و ما و شما سمت راست دریافت میکردیم اما سوالی که دیگه ای که میخوایم کار کنیم سمت راست با ما و شما میده خود سوال و ما و شما باید این دو قوس ها بکشیم جوابش چی میشه صحیح است خب شاگرد عزیز با ما همراه باشید تا نو دوم سوال هم کار کنیم خب شاگرد عزیز و گرامی آل نوع دوم سوال ها رو میخواییم کار کنیم با هم درست است پس ما یک بار دیگه شاگرد عزیز فرمول نوشته کنیم فرمول چی بود؟ ا جمع بی زب در A منفی بی مساوی میشه با چی بگیم سمت راست شه اولی مربع منفی دومی مربع آفرین پس میشه A مربع منفی بی مربع دیدیم در سوال های قبل به شک بود سمت چپ به ما و شما میداد و سمت راست ما و شما جوابش می کشیدیم سوال نوی دوم چی راست؟ یه است که سمت راست به ما و شما داده میشه و میگه دو قوس تو بگو چی بوده سیست؟ خب پس مثال به ما و شما سوال به شک میته دقت کن شکرد عزیز x مربع منفی 16 خب گفتیم که سمت راست به ما و شما داده شده یعنی باید اردوش مربع باشد x هم مربع دارد اما 16 مربع نیست توان از است ولی اگر کمی دقت کنیم ما و شما میفهمیم 16 به جای 16 میتونیم نشته کنیم چند مربع بگین آفرین 4 مربع چون 4 مربع چند میشه 16 میشه پس من به جای 16 میتونم نشته کنم پس x مربع خودش به جای 16 میتونم نشته کنم 4 مربع دقیقاً چی شد سمت راست فرمول ما و شما شد ای مربع منفی بی مربع خب شاگرد عزیز دو قوس چی میشه ای جمع بی ای منفی بی ای ما و شما چی هست اینجا ای ما و شما ایکس هست و بی ما و شما یعنی 4 هست دقت کن 16 نیست دا. چون باید مربع داشته باشد صحیح است چون 16 مربع نداشت ما 16 رو نوشته کنیم 4 مربع پس ای ما و شما ده اینجا شاگرد عزیز ای ما شما یعنی و بی ما شما 4 است پس طبق فرمول چی میشه دو قوس میشه جواب ما شما دو قوس میشه ا جمع بی ا منفی بی خب ا مو شما ایکس است بی مو شما چهار است پس میشه ایکس جمع چهار در ایکس منفی چهار سه جوابش جواب شما نیست بکشیم پس این نو سوال هم بسیار آسان است فقط فکرت باشه این فرمول باید در ذهن خود داشته باشی سه مثال بعدی شکر عزیز ایکس مربع منفی 25 خب شاگرد عزیز 25 مربع دارد نه خیر پس به جای 25 چی نوشته کنیم چین مربع میشه 25 بگین شما آفرین پنج مربع پس میشه چی؟ x مربع منفی به جای 25 میتونه نشته کنیم پنج مربع چون پنج مربع پنج ضرب در پنج چند میشه؟ 25 میشه صحیح؟ پس سوال به ما و شما تاوری میته خود کتاب شاگرده از دقت کنید اینی عدد توری میته که شما بتونید یک عدد مربع نویشته کنید به جای x خب x مربع منفی پنج مربع پس a ما و شما است b ما و شما منفی 5 است. پس میشه دو قوس. قوس اول x جمع ای جمع بیت قصد دوم این منفی بی پس x جمع پنج یا فرق نمیکنه x جمع پنج نوشته کن یا منفی پنج اول نوشته کن فرق خیلی نمیکنه جوابش یکی میشه و x منفی پنج سعیست خب مثال آخرم کار کنم شاگرد عزیز مثال آخر و ما شما سوال به گفته دقت کنید چار x مربع منفی یک خب شاگرده عزیز دقت کن این سوال کمی با کمی نکته دارد نکتهش بفهم این مربع فقط از ایکس هست چار نیست چون اگر از چار باشد باید داخل قوس باشد چار ایکس هست پس فکر ما باشه ما و شما باید کل مربع داشته باشیم پس من ای چار ایکس مربع را باید به این نوشته کنم من این را به جاش میتونم نوشته کنم دو ایکس کل مربع دقت فقط نکته شمیست این مربع هم از دو از هم از ایکس که میشه دو مربع چار ایکس هم میشه یک امی میشه است. پس به جای چار اکس مربع ما باید نوشته کنیم دو اکس کل مربع منفی خب یک, یک هم میتونیم یک مربع نوشته کنیم شوگرده عزیز یک مربع میشه چند یک میشه است. پس آری ای ما و شما شد دو x بی ما و شما شد یک چار ایکس نیست چاگرده عزیز دقت کنید داده ما در دا کارخانه که سوال داریم مربع از چار نیست مربع فقط از x است باید ما و شما مربع موش ما از کل باشد به با او خاطر پس ما چار مربع نشتکن. دو کل مربع صحیح شد خب حالی پس چی میشه؟ دو قوس میشه قوس اول ای جمع بی قوس دوم ای منفی بی پس میشه جمع, جمع و منفی یک صحیح؟ پس فهمیدیم چرا شد دیگه این سوال آخر فقط نکته شمی بود که این مربع باید از کل باشد به با او خاطر من نوشته کل مربع سعی چرا شد دیگه خب شاگرد عزیز پس چی شد درس امروز ما شما خلاص شد فهمیدیم که مطابقت تفاضل مربعات هم فهمیدیم یا نام دیگه چی بود مطابقت مزدوج درست است خب شاگرده عزیز پس مطابقت ها را خواندیم نو اولش هم چی بود مطابقت مزدوج یا تفاضل مربعات پس من ما تیک مارک میکنم و کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 172 کتاب باید حل کنید و به ما روان کنید در طریق چی از طریق واتس اپ نمبرش هم 20964780255 چهل سیزده درست شکرده عزیز؟ شگرد عزیز و گرامی پایان درس ششم خب عزیزان مانده نباشین وقت خوش بخیر باشین خدا حافظتان.